سرخط مهمترین خبرها. پنتاگون: نیم از نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کردند. آیت مذاکره کننده دولت: طالبان تمایل به توافق صلح ندارند و از مذاکره فرار میکنند. عبدالله: طالبان دیگر بهانه برای ادامه جنگ ندارند. ساعت قبل نیروهای تحت امر مارشال دوستم برای نبرد با طالبان به سمت مرکز ولسوالی آقچه ولایت جوزجان حرکت کردند. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. لطفا تا پایان با ما باشید. پنتاگون: نیم از نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کردند. سخنگوی وزارت دفاع امریکا اعلام کرده که تا اکنون حدود نیم از نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شدند. با گزارش سپوتنیک، جان کبری سخنگوی وزارت دفاع امریکا یعنی پنتاگون شامگاه دوشنبه خبر داد که حدود نیمی از نیروهای امریکایی افغانستان را ترک نمودند. وای که در کنفرانس خبری پنتاگون صحبت میکرد افزود: خروج ما از افغانستان به معنای خروج از منطقه نیست و همچنان حضور نظامی گسترده در خاورمیانه را حفظ خواهیم کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در 14 اپریل اعلام کرد که خروج 3000 سرباز باقی مانده آمریکا از افغانستان تا 13 ماه سپتامبر تکمیل خواهد شد. بر اساس گزارش ها پنتاگون تا اکنون 5 مرکز نظامی و 5000 دستگاه تجهیزاتی را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تحویل داده است. همچنین به دستور وزیر دفاع آمریکا 6 باب افغان 52 و 12 جنگیده F-18 و 600 نیروهای ویژه را به منظور تسهیل روند خروج سربازانش به افغانستان فرستاده است. چند روز پیش اسپانیا اعلام کرد که نیروهای این کشور همزمان با خروج نظامیان آمریکایی از خاک افغانستان خارج می شوند. آیت مذاکره کننده دولت: طالبان تمایل به توافق صلح ندارند و از مذاکره فرار می کنند. اعضای آیت مذاکره کننده دولت در مذاکرات صلح دوحه میگویند طالبان تمایل به توافق صلح ندارند و از میز مذاکره فرار میکنند. آنان این مطلب را در دیدار با عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی مطرح کردند. طبق اعلامیه شورای مصالحه ملی، این دیدار سه‌شنبه 4 جوزا در کابل انجام شده است. در این دیدار اعضای آیت مذاکره کننده دولت در مورد آخرین پیشرفت‌ها و تحولات نشست دوحه گزارش دادند و از ادامه گفتگوهای صلح تا روزهای آینده سخن گفتند. آنان یک جنبه‌گرایی و بهانه‌جویی طالبان را مانع اصلی به نتیجه رسیدن مذاکرات عنوان کردند و افزودند که این گروه تمایل به رسیدن به توافق صلح نشان نمی‌دهند. اعضای آیت دولت به عبدالله گفته که طالبان حاضر نمی‌شوند روی مورد اختلافی بحث کنند، بلکه از میز مذاکره فرار می‌کنند. ساعت قبل نیروهای تحت امر مارشال دوستم برای نبرد با طالبان به سمت مرکز ولسوالی آقچه ولایت جوزجان حرکت کردند. فضل حق نظری از کارمندان مطبوعاتی دفتر مارشال دوستم از آغاز حملات تهاجمی به هدف سرکوب طالبان خبر داده است. این در حال است که اعتراضات در فاریاب، لغمانی به کابل برگشت، خیمه های اعتراضات پابرجاست. در حالی که داود لغمانی ولی حکومت برای فاریاب این ولایت را ترک کرده است، اما خیمه شهروندان فاریاب در 11 روز اعتراضاتشان همچنان پا بر جاست و آنها دروازه های ولایت را بسته نگه داشتند. آق محمد نوری عضو شورای ولایتی فاریاب به خبرگزاری افق گفت داود لغمانی صبح امروز سه‌شنبه 4 جوزا این ولایت را ترک کرده است، اما اعتراضات مردم هنوز ادامه یافته است. گرچه اداره مستقل ارگانهای محلی عبدالمقیم راسخ معاون ولی فاریاب را به عنوان سرپرست این کرده است، اما گفته می شود اعتراض معترضان ادامه دارد و دروازه های ادارات حکومتی در این ولایت همچنان بسته است. آق محمد نوری همچنان گفت که احتمال دارد اعتراض شهروندان فاریاب بیش از این هم ادامه یابد. برخی از منابع گفتند که شهروندان معترض فاریاب اصرار دارند که ولی جدید این ولایت با تایید مارشال دوستم رهبر حزب جنبش ملی و معاون پیشین ریاست جمهوری انتخاب شود. معترضان در فاریاب از حدود یک ماه پیش به این سو با محمد داود لغمانی ولی جدید فاریاب مخالفت کردند. محمد داود لغمانی 11 روز قبل بر اساس حکم رئیس جمهور غنی کارش را به عنوان ولی فاریاب در مقر لوای ارتش در شهر میمنه مرکز این ولایت آغاز کرد. پس از آغاز کار وی اعتراضات تشدید شده است. معترضان خواهان انتخابی شدن کرسی های ولایت، شهرداری ها و ولسوالی ها هستند. با تازگی معترضان صندوق برای انتخاب ولی گذاشتند و اعلام کردند که نمایندگان اقشار مختلف در این انتخابات در مورد ولی جدید تصمیم خواهند گرفت.
اما در نهایت اختیار انتخاب ولی را بعد رشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان واگذار کردند. عبدالله طالبان دیگر بهانه برای ادامه جنگ ندارند. رئیس شورای مصالحه ملی در دیدار با برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفت که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان دیگر طالبان بهانه برای ادامه جنگ ندارند. به گزارش سپوتنیک، عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی سه‌شنبه 4 جوزا با شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد. در این دیدار اعضای هیئت مذاکره کننده در مورد آخرین پیشرفت‌ها و تحولات نشست دوحه گزارش دادند و از ادامه گفتگوها تا روزهای آینده سخن گفتند. سریال سقوط، این بحران جدی است. علی موسوی، تحلیل از خبرگزاری افاق. خبر سقوط مناطق راهبودی و استراتژیک کشور دیگر یک اتفاق نادر است که هرچند یک بار رخ می دهد و دولت با راه اندازی یک عملیات نظامی به صورت مناطق از دست رفته را باز پس می گیرد. این رویداد است که تقریبا هر روز تکرار می شود. ولسوالی برکه و شهرکونی، ولسوالی بغلان مرکزی، ولسوالی نرخ میدان وردک، ولسوالی دولتچای لغمان، ولسوالی جلدیز میدان وردک و ولسوالی المار فاریاب از مناطق هستند که ظرف همین چند روز اخیر به دست طالبان افتادند. در این میان دولت مرکزی همچنان با تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی از این مناطق عقب نشینی تاکتیکی کردند سعی می کنند وضعیت را عادی و خود را مسلط به شرایط نشان دهند. آیا در حمل امین گونه است؟ در اینکه نیروهای امنیتی با تمام توان در برابر موج سنگین حملات طالبان مقاومت و مبارزه میکنند شکی نیست. این استراتژی قابل تحسین است و باید برای پایداری و قدرت نیروهای امنیتی از این نیروها به طور همه‌جانبه حمایت شود، اما این حمایت نمیتواند صرف تبلیغاتی باشد. در اکثر موارد مناطقی که سقوط میکند روزا و تا ماها در محاصره طالبان قرار میگیرد. نیروهای امنیتی مستقر در این مناطق یا کشته و یا زخمی میشوند و یا به صورت گروهی به اسیر طالبان در میآیند. این در حال است که منابع محلی همواره به خبرگزاری افاق میگویند که به درخواست های مکرر این نیروها برای ارسال نیروهای کمکی، تجهیزات نظامی، حمایت هوایی و تا آب و نان هیچ اعتنایی نمیشود. این نگران کننده و هراس افغانان است، زیرا در صورت درستی این مدعا یکی از این دو موضوع واقعیت خواهد داشت. یا دولت مرکزی و اداره محلی قادر به حمایت از نیروهای امنیتی و حفظ مناطق تحت کنترل دولت نیستند و یا توانایی وجود دارد اما اراده برای ایستادگی و مقاومت نیست. در هر دو صورت وضعیت حاد و بحرانی است. در صورت اول این خطر وجود دارد که دولت با اولویت بندی مناطق تحت سلطه خود تمام قدرت خیش را بر حفظ مناطق متمرکز کند که عیاد و بقای کل نظام با آن وابسته است. بر این اساس ممکن است بخشای زیاد از خاک کشور به مرور تحت کنترل طالبان قرار بگیرند و سقوط کند.